جلسه قبل یه صحبت شد راجع به اینکه اگه روی گوشی رمز داشته باشه، حالا مثلا اگه مثلا فینگرپرینت باشه، خیلی سکیوریتی گوشی بیشتر میشه. یعنی یه سری اتفاقات میفته که حالا توضیح دادی. من یه موضوعی اومد تو ذهنم که حالا اگه از حوصله خارجه میخوایم بعد از جلسه جواب بدم، من سوالا میپرسم. آره، یه چون راجع به iOS، اگه خاطرتون باشه یه تروریستی رو تو امریکا کشتن و باید گوشیش باز میشد. آره دقیقا، شرکت اسرائیلی تو یه هفته بازش کرد که حالا اپل هم کلی تبلیغات کرد که ما خیلی سیفیم و اینا. آره نه، گفت من نمی کنم این کار اصلا، که آقای مکافی اومدن گفتم من بازش میکنم. اگه خواستم اینم این چجوری اتفاق افتاد تو یه هفته، حالا این همه ادعایی که میکنن خیلی سیفه و تا حالا ما هیچی از همون فراتر نرفته. سوالتون ادامه داشت؟ درست. ببینید در مورد این سناریو، آره دقیقاً به موضوع بحث ما کاملا مرتبط میشه، چون اونجا هم بحث رمزنگاری بود. ببینید توی حالا iOS برخلاف چیز اندروید، من اینا رو به عنوان نقطه قوت و ضعف مطرح نمی‌کنم، اما دو تا اپروچ مختلفن اینا، چون مثلا توی هیچ کدوم از این پلتفرم‌ها دانشی ندارم می‌خوام مقایسه بکنم، فقط می‌خوام بگم اپروچشون متفاوت بوده. اون داستانه اینطوریه که iOS خب چون سخت افزار اختصاصی خاص خودش رو داشته، این اپل اومده از ابتدا اینو دیده. بحث شاید تو این بحثی که ما مطرح کردیم، کسی اگه iOS کار کرده باشه یا گوشی آیفون داشته باشه، بهش چیزی بحث آشنا باشه. این چیزی که ما گفتیم برای مشتق کردن کلید و رمزنگاری یا بحث فول دیسک انکریپشن که تو اندروید اومد، تقریبا شبیه چیه؟ شبیه کیچینیه که توی iOS بود. یعنی از نظر معماری و اینا خیلی نزدیک بودن به هم. معمولا این شرکت‌ها یه اپروچی دارن، حالا اینکه کی زودتر رفته سراغ پیاده‌سازی اینا کاری نداره. بحثی که مطرح کردید شما راستش یکم ماورای حتی بحث کیستوره. ببینید اولا که بحث رمزنگاری، حالا درست ممکنه یکی مثل من الان بیاد در مورد این قضیه یک ساعت هم ارائه بده، یه سری اسلاید و اینها و یه سری مطالبی رو مرور کنه، چون واقعیتش اینا با کشف و شهود به دست نیومده. واقعیت هم همش یه سری دانشی است که منتشر شده. یعنی من اینا رو ننشستم خودم مثلا با تیم اندروید کار بکنم به دست بیارم، یه سری کد خوندم، یه سری از تو کتاب درآوردم، یه سری مقاله و رایتاپ خوندم و از اون جور داستان. واقعیت هم اینه که طراحی الگوریتم رمزنگاری و یا شیکوندن اون، شیکوندن به معنای اینکه ما گفتیم جلسه قبلا حملات رمزنگاری در واقع به دلیل ضعف در پیاده سازیشون هست که مشکل ایجاد میکنن، نه در درون خودشون. یعنی کسی نمیتونه یه رمزنگاری رو به این شکل که رایج از کرک کنه بشکونه، در واقع چون بعد پیاده سازی میشه یه فرصتی برای مهاجم فراهم میکنه. به غیر از ضعفی که در پیاده سازی هست، شما میبینید هم تو iOS بوده هم تو اندروید بوده، مبحث رمزنگاریه، چون بحث ما رمزنگاری است بالاخص در همین تاپیک، ما پیاده سازی های مسئله دار میبینیم همیشه بوده. لطف کنید یه سرچی بکنید ببینید تو خود اندروید در مورد همین بحث کیستور چندین آسیب پذیری حاد وجود داشت. یکی اینکه اساسا پیاده سازی اونام خب به هر حال دیولپرن، ممکنه یه جای پیاده سازی اشتباه داشته باشن و خودشون ندونن. یه بخشی از آسیب پذیری ها به نظر میرسه که تحت کنترل حکومت هاست و حالا بحثی مثل مجموعه مثل NSA تو آمریکا یا حالا سازمان های موازی که کارهای امنیتی اطلاعاتی انجام میدن هم خب روش بی تاثیر نیستن. این هم از اون بخش. از طرف دیگه رمزنگاری واقعا چیز پیچیده است، همش ریاضیاته. حالا این کاربردشه، ساینسش نیست. ما توی بحث ساینسش که میبینیم اصلا یه مباحث خیلی پیچیده از رمزنگاری میبینیم که به طرز وحشتناکی اصلا فاصله زیادی با این مباحث اپلیکیشنی داره و خب آدمای معدودی تو دنیا هستن. همین مسئله رو بغرنج میکنه، چون اگه همین آدم ها همکاری کنن یه الگوریتم رمزنگاری بدن، که معمولا این پروسه تو چند دهه اتفاق میفته، کار یکی دو ماه نیست، اتفاقی که میفته اینه که الگوریتم رمزنگاری همراه با بکدور در واقع منتشر میشن. چون پیچیده است، من نوعی نمیتونم بیام تحلیلش کنم، مجبور میشم به لیتریچر، به اکوسیستم اعتماد کنم، به من میگن AES امنه، RSA امنه، میدم ازش استفاده میکنم. ولی مثلا ممکنه ببینیم که یا کلن الگوریتم یه بکدور داره، کسی که ازش خبر داره میتونه اکسپلویتش بکنه، یا اینکه پیاده سازی که من دارم استفاده میکنم، مثلا من میرم سراغ اسپانج کسل، میرم یه پیاده سازی خاص از اون استفاده میکنم، بعد میفهمم که این باگ داشته. باگ بود، حالا عمدی یا سهوی، هر چی که بود، یه باگی توش وجود داشته، یه آسیب‌پذیری وجود داشته و این فضا رو باز کرده برای مهاجم. من اون کیسی که میفهمید تو فقط شنیدم در حد خبر و توی یه سری سایتایی که حوزه امنیت هم مقاله می‌نویسن، حتی با یه سری آدم‌هایی که متخصص رمزنگاری هستن در مورد این بحث صحبت کردن، چالش‌های زیادی اون زمانم داشت. مثلا وبلاگ آقای بروس اشنایر رو که طراح چند تا از الگوریتم‌های معروف مثل بلوفیش هست
ببینید که ایشون اصلا خب حالا تحصیلاتش فیزیکه ولی نزدیک 3 دهه است فقط کار رمزنگاری داده انجام میده. ایشون هم حتی خیلی نظر دقیقی در مورد این موضوع که چه اتفاقی اون پشت پرده افتاده، آیا اپل همکاری کرده، میاد حالا توی رسانه های جوری داره این موضوع انعکاس میده، یا واقعا اینا خیلی دانش عجیبی دارن، یعنی فاصله هست و مطرح کردن همشون، نه همشون تئوری هست. ببینید احتمالش هست، چون ما معمولا چیزایی که امروز تو دنیای تجاری داریم استفاده میکنیم معمولا تو پروژه های نظامی یا حالا چیزایی که یه مقدار کانفیدنشیالیتی بالاتری دارن چند دهه قبل رایج شدن، احتمالش هست که همین الان ابزارهای اینا در اختیار داشته باشن، البته نگسترده، نه به این شکل که کدش تو گیتاب باشه، ولی احتمالش هست ابزاری داشته باشن که همین الان این الگوریتمایی که ما اینجا به عنوان الگوریتمای خیلی خوب ازشون یاد میکنیم رو بتونن بشکنن. من اطلاعی دقیقی ندارم چون اینا 100% اطلاعات کلاسیفاید. به غیر از اونم ممکنه که ببینید یه روشای وجود داشته باشه، مثلا اگر خاطرتون باشه وقتی که آیفون اومد این قسمت این فیچر اثر انگشت رو ارائه داد، چند وقت بعدش چند نفر به روش‌های مختلف تونستن بایپاسش کنن که از تکنیکای مثل کلونینگ رو نمیدونم بحث کپی کردن اثر انگشت و شبیه سازیش و این طور چیزا اومدن. اینا هم خوب به مرور زمان همینجور سنسورها رو پیچیده‌تر پیشرفته‌تر کردن. الان هم که اصلا میگن تو بایومتریکا مثلا اثر انگشت خیلی جاذبه نداره، خیلی امن نیست به دلایل عدیده‌ای. باید بریم سراغ مثلا بحث مثل فیشیال ریکگنیشن یا چیزهای دیگه. حالا تو بحث فینگرپرینت بیشتر در موردش صحبت می‌کنم. راستش در مورد این موضوع همیشه یه تئوری هست که میگن این چیزهایی که ما امروز داریم استفاده میکنیم با اون دنیایی که خیلی طبقه بندی شده هستش خیلی فاصله داره. مثلا الگوریتم AES که یه الگوریتم برتری است تو دنیای رمزنگاری، این الگوریتم اولش گفتن کاربرد نظامی داره، سال 2000 یه مسابقه گذاشتن این الگوریتم برنده شد، اسم الگوریتم رایندله، AES اسم استاندارد شده شه، رایندل همونایی بودن که اومدن اینو ارائه کردن، برنده شد. بعد اومدن ازش مودها و پیاده سازی‌های مختلفی رو دادن، بعد صنعتی شد، تو سخت افزارا پیاده شد و و و الان کاربرد نظامی احتمالاً نداره دیگه، با وجود اینکه کمتر از 2 دهه گذشته. چون ببینید در نقطه مقابل نمیشه گفت، ولی کنار بحث امنیت یه بحثی هستش که شما 100% باهاش خیلی بهتر از ما آشنایی دارید به نام ابسکیوریتی است یا پنهانکاری. کجا ازش استفاده میشه توی اندروید؟ ابفوسکیشن. کلمه ابفوسکیشن هم از همین اومده. شما مثلا با پروگارد، دکسگارد، امثال هم میاید این کار رو، یا مثلا کدهای مینویسید که تحلیل برنامه رو سخت کنه. میرید سراغ اندیکی، یه بخش رو تو اندیکی پیاده سازی میکنید. همش تلاشتون برای اینه که اگر یک لاجیکی دارید توی اپلیکیشن که ارزش تجاری داره یا یک مخاطره امنیتی ایجاد میکنه اون رو پنهان بکنید که تو مهندسی معکوس چیز نشه. ابسکیوریتی به خودی خود خوب نیست. مثل این میمونه که من یه خونه‌ای درست بکنم نه در داشته باشه نه پنجره، برای اینکه امن باشه. هم داریم همچین آدمایی که این دیدگاه دارن ها، خوشبختانه خیلی محبوب نیستن ولی واقعا داریم. تو دنیای امنیت تو خود کشور خودمون هم آدمایی داریم توی همین سازمان کار میکنن که نگاهشون به امنیت اینجوریه، یعنی از نظرشون یه API نباید اکسپوز بشه، یه سرویس نباید بیاد بالا چون ممکنه مخاطره امنیتی داشته باشه. خب این مایندست ابسکیوریتیه. مثلا بیا پورتال رو عوض کن، دیدید مثلا میام پورت وب سرور عوض میکنم، پورت SSH رو عوض میکنم، پورت نمیدونم فلان، اون شو تعویض پورت خیلی سکیوریتی ایجاد نمیکنه، این جزو پنهانکاری است. مثلا اگه من بردارم اسم تابعی رو که انکریپت انجام میده اسمشو بذارم مثلا پینت، سکیوریتی ایجاد نمیکنه، این پنهانکاریه. ممکنه موفق بشه یه ذره برای یه سری افرادی که خیلی با تجربه نیستن هزینه مهندسی معکوس رو افزایش بده، ولی واقعیش اینجاست که میدونیم آدمایی که متخصصن محقق امنیتی درست حسابی هم میتونن این سازوکارا رو بایپاس کنن. ابسکیوریتی اما کجا خوبه؟ زمانی که شما سازوکارا و مکانیزم امنیتی رو درست پیاده سازی بکنید ابسکیوریتی میتونه بهتون کمک بکنه. یعنی چی؟ یعنی یه اپ اندرویدی خیلی خوب نوشتید، رمزگاری خیلی قوی داره، زمان که سریع رمزش مثلا از پروگارد هم استفاده میکنید که دیگه خیلی سختش کنید. اینجا هم همینه. ببینید احتمالاً من نظر خودم راستش خیلی نظر احتمالا ناقصیه، برای اینکه خلاصش بکنم این بحث رو، فکر میکنم اپل همکاری میکنه، نه اپل همه شرکت ها. اون شرکت هم شرکت خاصیه که توی اسرائیل این کار رو داره انجام میده و البته تکنولوژی خیلی بالایی دارن، خیلی پیشه. میدونید که خب حالا کشور اسرائیل جزو کشورهاییه که درآمدش از های تک تقریبا جزو چیز 5 تا اوله و تکنولوژیشون خیلی بالاست واقعا، علل خصوص تو حوزه امنیتی. تک تک شرکت‌های امنیتی دنیا یه دفتر توی اسرائیل دارن، حالا باش همکاری میکنن نمیکنن من نمیدونم،
ولی معمولا دارن، به خاطر اینکه کلی از مسئولای امنیتی تو ایران تحریم شده، چون میگن اینا احتمالاً دارن همکاری میکنن. تکنولوژی اونا بالاست، اپل هم به نظرم همکاری میکنه، ولی خب به دلایل تجاری خیلی چیز نمیکنه. واقعیتش خب ایمپکتی هم نداره. الان اگه ما بدونیم گوگل و اپل همکاری هم میکنن، چند درصد اون دیگه اسمارت فون دستمون نمیگیری؟ خیلی کم. ولی مثلا مدیر امنیت CIA ایشون گوشی اصلا نداره، دامپ فون هم نداره، پیجر استفاده میکنه. تو این کنفرانس ها میاد، حالا اگه دوست داشتید میتونید سرچ بکنید، یک شرکتی هست به نام اینتل کیو، کارهای آی تی آی سی آی ای انجام میده. ایشون بوده امنیت اونجا، سوزو آدم های خیلی بزرگ هم تو دنیا امنیتی، قیافش شبیه انگلیسی های مثلا چیزه قرنه ایشون ضعیف در اونیاست از این ریشه های چیز اینا. ایشون مثلا میاد خیلی نگاه بازی هم داره، جزو کسی هم هست که علیه مایکروسافت پرونده آنتی تراست تشکیل داد و خیلی شرکت های دیگه. اسمش ریچارد گیر یا همچین اسمی داره. ایشون پیجی رو داره کلا از نظر چیز این برمیگرده به مایندست ما. من ببخشید خیلی جواب دقیقی نتونستم بدم، ولی خب روی این موضوع بیشتر تحقیق میکنم ببینم آیا چیزی هست. شاید آقای اسنودن مثلا اومده باشه، شاید یه چیزی گفته باشه، نمیدونم، ولی من نقل قول میکنم. خب اینجا در مورد پیاده سازی ها خیلی سریع، چون من یکم کندم متاسفانه. هانیکام میشه ورژن 4.1 نه؟ یه 4.2؟ 2.2؟ 3 میشه؟ آه من ببخشید میشه. از کنم خدمتون این کدی که اینجا میبینید، حالا این داستانش چیه؟ ما توی از اون نسخه بعد یه چیزی به نام کردنشیال استوریج داشتیم. بخش زیادی از پیاده سازی کیستور دفعتاً توی اندروید به وجود نیومده. ذره ذره میبینید API‌اش، ساختارش، حتی طراحی سخت‌افزارش به تدریج به وجود اومد. یه چیزی به نام کردنشیال استوریج داشتیم که این تیکه کدی که اینجا میبینید در واقع چک میکنه که ما بر اساس ورژن اندروید، حالا اگه کمتر از اون ورژن هانیکام میشه در واقع میایم از چه اینتنتی استفاده میکنیم و به همین ترتیب چیز، اگر هم که نباشه که چه نوع اکسپشن. این بس مدت اکسپشن تو بحث رمزنگاری روی کیستور خیلی مهمه، چون یه لیست خیلی بلند بالای از انواع اکسپشن ها ما داریم برای اینکه بتونیم مثلا با این الگوریتم رمزنگاری کار بکنیم تو اندروید، که اینا تو جاوا بیشترش اومد. سمت راست در واقع خدمتتون عرض بکنم که حالا اینا چی بود؟ مبحثی که قبل از این داشتیم این بود که چجوری به جای API پابلیکی که تو اندروید SDK هست خودمون با ریفلکشن مستقیم با کیستور کار بکنیم، که گفتیم زیاد توصیه شده نیست ولی روشش اینه. این دوتا کدی که میبینید در واقع ادامه همون بحث قبله، یعنی بعد اینکه اون بایندر سرویس رو آوردیم بالا، حالا به عنوان سرویس با کیستور می‌خوایم کار بکنیم، چجوری کدی می‌نویسیم که اینجا سمپلی ازش می‌بینیم. من خیلی اجازه بدید اینجا وارد بحثش نشم، فقط نکته‌ای که هست اینه تو پیاده سازی اون کلاس یه متد هست به نام متد پوت که خیلی بیشتر به اون متد کار می‌کنن برای ارسال کامند. یعنی وقتی شما می‌خواید به اون سرویس کامندا رو بفرستین، اون 4 تا کامند بود، جنرال کیپر و ساین و وریفای دیتا و اینها، اون با متد پوت کامندو میفرستن و میگن که مثلا جنرال کیبر کن با این کی الیاس. بریم سراغ اون پیاده سازی که تو SDK هست، یعنی اونایی که ما بیشتر ازشون استفاده میکنیم، استاندارد. عرض کنم خدمتتون که این الان یه پیاده سازی استاندارد هست از در واقع کیستور اندروید که کاربردش اینه که ما یه کلید نامتقارن RSA روی کیستور بسازیم. این کد روی ورژن 18 قابل اجراست و خدمتتون عرض بکنم که ازش استفاده بکنید. ولی تیکه کد خیلی کوچیکیه. اگه سریع بخوایم بریم سراغش، من بعدم میکروفونی صدا میاد دیگه. عرضم خدمتتون که ببینید یه اینستنس از کیستور میسازیم، گت اینستنس. اونجا به جای کیستور اندروید کیستور شما میتونید پرووایدرهای دیگه هم بدید. اینجا اون پرووایدر ما محسوب میشه، میگیم اندروید کیستور. بعد کیستور لود میکنیم، قبلش هیچ کلیدی نیست. پرپر میکنیم در واقع برای ساختن کلید. یه دونه انتری میسازیم که اون کی الیاسی که داریم رو در واقع اونجا به این پاس میدیم، فقط میشه یه المان، هنوز خود کلیده باز در واقع چیز نشد. بعد یه اینستنس هم از کلاس RSA private key میسازیم، چون الگوریتمی که داریم استفاده میکنیم RSA است، انتظار داریم کلیدی که داخل کیستور هم ساخته میشه از کلاس RSA در واقع مشتق باشه. یه دونه ازش میسازیم، کستش میکنیم اون دیتایی رو که داخل کیستور هست به اون. دلیل اینکه این کد بدون خطا اجرا میشه رو ورژن 18 اینه که چون اصلا پیاده سازی دیگه غیر از RSA وجود نداره، این 100% کلیدی که داخل کیستور ساخته شده از تایپ RSA، پس کست ما بدون اکسپشن اتفاق میفته. بعد پایین تر میایم میگیم که یه اینستنس از اون به این رشته که داخل متد گت اینستنس سایفر هست. اول خود سایفر رو بگم، ببینید
چند خط بالاتر ما کیستو یه اینستنس ازش ساختیم و یه کلید ساختیم. اون کلاسی که تو اندروید میخواد عملیات رمزنگاری رو انجام بده، حالا کاری نه ساین، وریفای، انکریپت، دیکریپت، هر چی، اون کلاس سایفر هست. قبلش فقط بحث مدل کلید بود. اینجا که میخواین اپریشن انجام بدید، بعد از کلاس سایفر یه اینستنس بگیرید. پارامتری که به کلاس سایفر پاس میدین، اون پارامتر در قالب یه رشته است که فرمتش مهمه، باید درست باشه، یعنی کلیدهای، یعنی عبارتهای درستی باید به کار ببرید. که اینجا میبینید نوشته RSA/ECB/NoPadding به ترتیب چیه؟ اولی که RSA، بخش دومش چیه؟ ECB. چی بود ECB؟ مود عملیاتی بود. RSA هم مثل AES یا TripleDes مود عملیاتی داره، ECBه. اما خب اون نکاتی که ما در مورد ECB در مورد AES گفتیم اینجا صادق نیست، یکم متفاوته بحثا. آخری هم پدینگه، نو پدینگ. توی ورژن 18 اندروید شما نمیتونستید پارامترها رو خیلی تعریف بکنید. میگیم چه پارامترهایی، مثلا از جمله گفتم طول کلید، دیگه چیا رو نمیشه تغییر داد. مثلا همین پدینگی که اینجا میبینید، نو پدینگ عرض کردم در اصل نو پدینگ نیست، بهش میگم PKCS 1.5. من میگم اسمش هم عجیبه، یعنی بیسیک قضیه است، در واقع برای عملیات رمزنگاری تو آر اس ای استفاده میشه. حالا به عنوان نو پدینگ توی اندروید سی کی معرفی شده. شما اگه اون اشتباه بنویسید طبیعتاً اکسپشن می‌خوره، چون میگه این سایفر سوت رو من نمی‌شناسم. ببین میگن سایفر سوت، این عبارات اینجوری رو شما خیلی جا می‌بینید تو پروتکل‌های مثل اوپن اس اس ال، تو کی اس تو، تو لایبرری‌های رمزنگاری و جای دیگه. بعد میگه که این رو اینیشیالایز بکن. یه چیز دیگه، پارامتر دیگه هم هست، هدف از تولید این کلید چیه الان باید بگید، یا پرپز، پرپزش رو. خب که اینجا پرپز پارامتر اوله، میگیم که این سایفر رو اینیشیالایز کن با چی؟ پرپز این کلید انکریپشنه، انکریپشن. حالا اگر میخواییم بگین هم انکریپشن هم دیکریپشن، باید یه پایپ بذارید، یه اور بذارید بینش، بگین cipher.encrypt_mode pipe cipher.decrypt_mode، یعنی هم برای انکریپشن هم برای دیکریپشن قرار استفاده بشه. چرا؟ حالا الان عرض میکنم اون خدمتون. پارامتر دومش هم میگه که چیکار کن؟ اون انتری که داریم، پرایویت کیه که قبلا ساختیم، همون کلیدی که قبلا ساخته بودیم با اون سایفر سوت، همون رو با استفاده بکن. آخرین خط هم انجام اون کاره، یعنی شما یه دیتایی رو با پارامتر این بهش میدین، اون داده ورودیه، مثلا یه 100 بایت دیتاست. پارامتر دوم شما در واقع اون حالا رفرنس و چیزه اوتپوتتون، بعد اونم که طول در واقع بلاکیه که در واقع ساخته میشه. ریزالتش که دیتای انکریپ شده است، یه بایت استریمه، یه بایتریه که دیتا به صورت انکریپ شده استش رو توی ریزالت میزه. مسلما ما بایتری رو همینجوری جایی استور نمیکنیم دیگه، روشای زیادی برای این قضیه وجود داره. هم شما میتونید خودتون یه انکودر اختصاصی بنویسین که خیلی شاید توصیه نشه، هم مدل هگز خیلی کاربردیه. شاید من اگه باشم، حالا من نمیدونم، فقط نظر خودم میگم، بیسی 64 روی کلیشن UTF-8 بهترین گزینه است که شما دیتا هایی که دارید بایتریاتون رو میخواین ترانسفر بکنین، میخواین استور بکنین، بسید بیسی 64 تقریبا همه جای پیاده سازی یکسانی داره، پس هیچ مشکلی برای نمیخواید که این دیتا رو اینجا انکریپت کنین، بفرستین یه زبان برنامه‌نویسی دیگه روی پلتفرم دیگه اونا دیکودش کنه. منتها نکته اینجاست که ما این دیتا انکریپت شده باید به شکل درستی مثلا انتقال یا ذخیره بدیم دیگه، اونجا باید بعدش رو این ریزالت کار بکنیم دیگه. اون به موضوع ما مربوط نبوده، بخاطر من خیلی بهش وارد نشم، ولی همیشه بحث انکودینگ با بحث انکریپشن و دیکریپشن ارتباط نزدیکی داره و همیشه با هم استفاده میشن. خب این شد یه پیاده‌سازی خیلی اولیه از اینکه چجوری کیستور رو ورژن 18 این کار انجام بدیم. دیگه چه کارهایی میشه کرد؟ یه سری شما میتونید کاستوم ای پی آی خودتون درست بکنید و رپش کنید. ما یه سمپل اپ داریم که حالا لینکش روی گیتاب و توی اسلایدام هست میدیم. من متاسفانه چون این چیزام امولیتورم موفق نشدم، زمان کم داشتم، امروز یه خطای عجیبی داشت و اینا دیگه از قیدش در واقع خیلیش گذاشتم، اصلا دیگه بیخیال شدم که نشون بدم. لطفا خودتون اون اپ رو بیلد بگیرید و ببینید حالا این ای پی آی هست. مثلا کلاس اندروید آی اس انجین یه رپر داخل اون اپلیکیشنه که به همون API نان پابلیکی که عرض کردم ساخته شده. بعد ما اینجا میایم توی سمپل کد دیگه استفاده میکنیم، خیلی ساده تر شده دیگه. بهش میگیم که حالا هدفمون اینجا توی این مثال چیه، میخوایم برای کار امضای دیجیتالی استفاده کنیم. میگیم اون کلیدی که کی استور ساختیم باهاش میخوایم یه دیتا رو ساین کنیم، مثلا یه جای دیگه بفرستیم اون وریفای کنه که این هستن. چیکار باید انجام بدیم؟ از روی آلیاس انجینی که یک کلاس کاستوم هست، یه دونه کلید میسازیم، الیاس نیمش میشه کیوان.
بعد دو تا دایجستور میسازیم که اینجا دایجستوری که استفاده میکنیم شاپ 512 دایجست است. دو تاش هم ملاحظه میفهمید که اینجاست. PSS یه نوع مود عملیاتی دیگه برای الگوریتم RSA که وقتی میخواین دیتایی رو ساین بکنید دیگه اون ECB کارایی نداره. ECB برای انکریپشن دیکریپشن. بعد از PSS استفاده بکنید. یعنی اگه پرپز ما ساین و وریفای نه انکریپشن و دیکریپشن، چون جلسه قبل گفتم مثلا اگر الان لازم هست در مورد تفاوت اینو صحبت بکنیم بفرمایید که این موضوعات ازش همجوری نگذرید. بعد از کنم خدمتون که یه ساینر یا آبجکت ساینر از روی PSS ساینر میسازیم که یعنی این سایفر سوتی. میبینید اینجا سایفر سوتی رو نمیبینید. چرا؟ چون داخل خود RSA انجین هندل شده. سایفر سوتش چیه؟ مثل اون مثال قبلی اگر ببینیم میشه RSA PSS نو پدینگ که گفتیم نو پدینگ در واقع همین PKCS یکونیمی که اینجا تو توضیحات گفته شده. PKCS هم که یه استاندارد برای ریپرزنتیشن فرمت کلیدهای رمزنگاری سرتیفیکیت ها. بعد عرض کنم خدمتتون که میگیم که یه پارامتر میسازیم ازش، پابلیک کی رو از توش در میاریم چون ما یه زوج کلید میسازیم با RSA، کلید خصوصی برای امضا و کلید عمومی برای وریفای کردن اون امضا استفاده میشه. بنابراین اگه شما چیزی رو اینجا ساین کردید خواستید بفرستید به یه سروری بگید اینو وریفای بکن، اون سرور باید چی رو داشته باشه؟ پابلیک کی معادله اون رو داشته باشه. چون زوج کلید داخل کی استور شماست و هیچ موقع انرول نشده، اصطلاحی که حالا استفاده میشه انرول کردنه، هیچ موقع انرول نشده به سمت اون پارتی دیگه، اون سرور دیگه. اینجا ما این استخراجش میکنیم، بعد میایم اینجا ساینرمون رو اینیشیالایز میکنیم با اون پارامترها. آپدیت همون کار اپریشن هم دو فاینالی بود که تو مثال قبلی داشتیم، اینجا به جای دو فاینال آپدیت استفاده میکنن. میگیم این دیتایی رو که باید ساین بشه رو پارامتر اول سایز بلاک و طول دادهمون رو که در واقع ساین بشه رو میدیم. این چه اتفاقی میفته؟ اول میاد با شاپ 512 این دیتای هش میشه، یه هش 512 بیتی از اون دیتای ما، حالا طولش هر چقدر میخواد باشه باشه دیگه. وقتی دیتا رو پاس بدید به شاپ 512 یه خروجی 512 بیتی بهتون میده. اون هش رو میدید ساین میکنه، بعد اون ساین رو به اضافه اون پابلیک کی و خود دیتای اورجینال رو میدید به کسی که میخواد وریفای کنه. میگین ببین این مال منه، ساینش کردم، از این به بعد هر موقع دیتای رو از من دیدی بایستی با همین پابلیک کی که بهت میدم بتونی اونو ساین منو وریفای کنی. این اصطلاح ساین اصلا این امضا کردن خودمون اومده دیگه، یعنی جعل امضا و تایید امضا و ثبت امضا، یعنی اینکه من دقیقاً کلید خصوصی دارم که هیچ کسی دیگه ای نداره، اونم داخل کی استور روی گوشی خودم توی چیپ سخت افزاریه. دیتایی که میخوام بفرستم به یه سروری مطمئن میخواد بشه مال منه، من ساینش. به این میگن انکار ناپذیری. یعنی چی؟ یعنی که هیچ کسی دیگه نمیتونه اون امضا رو بزنه چون اون پرایوت کی رو نداره. کسی اگه بخواد اتک بکنه یا باید اون پرایوت کی رو بدزده که سعی کی استور سعی کرده جلوی این کارو بگیره، یا باید پرایوت کی رو دوباره حدس بزنه. یعنی چی؟ یعنی یک کلید 2048 بیتی رو چقدر دیتاست؟ چند ترکیب ممکن داریم؟ 2 به توان 2048، خیلی بزرگه. یعنی حتی یه بخشی که حالا آیا بدی هم اشاره کردم بهش در مورد کوانتوم کامپیوتینگ، اینجا هم به این موضوع مربوط میشه، اینه با وجود اینکه کوانتوم کامپیوتینگ یک ترسی رو ایجاد کرده تو دنیای رمزنگاری، ولی راستش ترسناک بودنش به اون اندازه که میگن نیست. این اونقدر که میگن اصلا کوانتوم کامپیوتینگ تا الان پیاده‌سازی موفقی نداشته، به خاطر همین خیلی هنوز توی دنیای رمزنگاری تولید محصولا اونقدر نگرانش نیستن. اینا ممکنه توهم توتایی باشه من دارم، یعنی ممکنه واقعا میترسن ولی سرپوش دارن روش میزنن که بعداً فرصت نفوذ های دیگه رو داشته باشن. ولی به نظر من دنیای صنعتی اینجوریه، یعنی هنوز این امضای دیجیتالی که اینجا میزنیم امکان ناپذیره، کسی دیگه نمیتونه اون امضا رو بزنه. اما از اون ور هر کی خواست مطمئن بشه که این امضا ولیده یا نه، پابلیک کی ما رو باید داشته باشه. یه سوال اینجا مطرح میشه، ممکنه یه کسی بتونه این مسیج رو بگیره، ساینش رو عوض کنه با کلید خصوصی خودش، یعنی کلید ما رو نمیتونه بدزده ولی دیتای ما رو به دست آورد که کلید سا پابلیک کی معادل اون کلید خودش هم فرستاد برای سرور. درسته، اینو هفته پیش هم ما جلسه قبل هم زمانش صحبت کردیم، یعنی در واقع جعل هویت میکنه خودش رو جای یکی دیگه جا میزنه. چرا میتونه این کار انجام بده؟ به خاطر اینکه این زوج کلیده رندومه. چجوری میشه فهمید واقعا این زوج کلید روی دیوایس مثلا
یه کاربر خاص تولید شده چجوری میشه فهمید؟ تا قبل از ورژن 7 راهکار خاصی وجود نداشت، اما یه فیچری رو به نام کی اتستیشن توی ورژن 7 به بعد ارائه کردن، تو ورژن 8 ارتقا دادن، که این در واقع اون اولین باری که این انرولمنت انجام میشه یک سری پارامترهایی رو از دیوایس میگیره روی سرور در واقع نگهداری میکنه، یه بایندینگی اتفاق میفته. از اون به بعد اگر کسی بیاد این یه منینده میدلی بکنه و بخواد این حمله رو انجام بده، یعنی یه امضای مجددی رو دیتا بزنه، مجبور پابلیکی خودش رو به سرور بده که سرور تایید کنه اون کارو دیگه. درست مثلا یه تراکنش مالیه، سرور تا با پابلیکی معادلی که از این طرف نگرفته تاییدش نکنه انجام شه. سرور میاد متوجه میشه این پابلیکی نمیتونه واسه این دیوایس باشه، یعنی در واقع بایندینگ رو چک میکنه. کی اتستیشن مپس جالبی، مال خیلی بهش نپرداختیم تو اسلاید چون وقت نبود، ولی حالا اگر فرصت شد جلسه بعدی، اگر نشود لطفا خودتون بررسی بفرمایید، یه راهنمای کامل. یعنی یه چیزی میده اینو ما خودمون میفرستیم سمت سرور، میگیم مال این دیتا. آره باید، ولی دفعه اول حتما امن این کار انجام بشه. خیلی از مکانیزمای رمزنگاری که حالا در موردش صحبت می‌کنم، مثلا در مورد بحث سرتیفیکیت پینینگ هم همینطوریه که روی SSL انجام میشه، اون بار اوله رو شما باید گارانتی بکنید که امنه، دفعات بعد رو دیگه میتونید با امنیت انجام بدید. ها اون دفعه اوله خب دیگه سازوکارهای چیزه، مثلا دیدید حساب می‌خواید افتتاح کنید میگن بیاین شعبه، درسته؟ مثال میگم، مثلا اگر ما بخوایم بحث امضای دیجیتالی رو بحث بانکداری استفاده بکنیم، میگن شما تشریف بیارید شعبه، اپ اونجا نصب بکنید، مثلا اپ شما به سرور ما وصل میشه، ما مطمئنیم توی محیط امنی خودت این کار کردی. مثلا نمیخوام بگم این پیشنهاد خوبیه، ولی یه راهکار شاید اینه. بعد چیز میکنه، الان میبینید که حالا بحث بلاکچین و اینا هم که تو این سال خوب چیز شده، بحث مالی و اینا چیز کرده، این موضوعات خوب یه مقدار پررنگ‌تر شده. حالا بعدا در موردش صحبت میکنیم.